آهنگ خیلی زیبا رو با هم یک جا تماشا کردیم. آهنگ جدید اجمل جان زهین بود. امیدوارم خوش آمده باشه. حالا هم پیشتر کرشمه جان به شما گفتن که در اسکایپ میهمان داریم که کی است. به شما کرشمه جان. بله، آهنگ کس که نشر شد اجمل جان زهین، یکی از آوازخوانای خیلی موفق کشور ما هستند که از طریق خط دوم ایشان با خود داریم و چی خوب است که صحبت های هم داشته باشیم با اجمل جان. و تو جا که فکر میکنم سفر همچنان رونده هستن و در میدان هستن فعلا، صرف و صرف بخاطر برنامه میوزیک ولیج و شما عزیزانی که علاقه مندش هستین خواستیم که سری خط دوم هم اجمل جان با خود داشته باشیم. پس چی خوب است که صحبت های هم با اجمل جان داشته باشیم. سلام، خوب هستین اجمل جان؟ جور ست من اولتر از همه سلام خدمت شما و خدمت بیندای تلویزیون شما. خدا کنه که خوب باشین. ما خواه شما را نبینه، فکر کنه شما ما را میبینه. بله ما میبینیم در میدان هوایی سو. ما طرف لندن روان هستم، در میدان هوایی آلند. ببخشید که یک برای خسته هم هستم در برنامه بودم. شما میبخشید که ما مزاحمتان شدیم. بله شما میبخشین که ما مزاحمتان شدیم. به نظرم سیار جان دیگه خیلی صحبت های زیادی با خود داره. اجمل جان بفرما. اجمل جان خوب هستی؟ صدمن جانک جور. تشکر، زنده باشین. شما خوب هستی؟ کجا بخیر گفتیم؟ آها سلامت، زنده باشین. ما هم خوب هستیم. کجا گفتی سفر داری؟ لندن بخیر؟ لندن بخیر. اگر ما آلند آمده بودم یک دو برنامه بود که کنسرت بود یا محفل های روسی بود؟ نه، برنامه محفل روسی بود. یکی از درمندای ما روسیش بود، نام که نمیگیرم. دیگه یک مفعول ارسی دیگه بود. خیلی تبریک باشه، من برشان تبریکی میتیم. خدا قدم شده کنم. اجمل جان، دلیل شما را با خود داشتن این است که یکی از آهنگ‌های جدیدتان ریلیز شد و تمام عزیزای دل ما تماشا کردن. لالا قمندایتان همچنان دیدن و آهنگ بسیار زیبایتان را میخواییم. در مورد آهنگتان معلومات هم داشته باشین و زیادترین کوشش ما همین میباشه که در مورد آهنگایی که شما جدید آماده میسازین و تا چک فکر نکنم خیلی شباهت با آهنگ عاشقانه داره. پس میشه یکم معلومات بتین؟ چرا نه کرشمه جان. آهنگ که ریلیز کردیم به نام خاطرات است، میموریز. یک زمان ما افغانستان آمده بودم، تقریبا یک 8 ماه پیش فکر کنم 8 ماه یا 9 ماه پیش بوده که امی آهنگ زمزمه کرده بودم باز همراه گیتار. باز یک سنه آهنگ امی شعر مرا غمگین مکن انداخته بودم. باز یاد دوستا تقاضا کردن که امی آهنگ اگر میشه فولش یعنی مکمل آهنگ ویدیو بسازیم. به دلیل از امو و اما میشه وقت گپ علاقه منده خدا گوش میکنم و به گپ از اونا احترام میگذارم. باز یانگ تایید کردم و شعر کمپوز از یانگ انترایش یک رقم نیست، فقط شروع یانگ از آنگ آشخانه است. باز انترایش چینج میشه، موسیقیش ارنج نو است. موسیقیش در افغانستان جور کردیم، در ازبکستان، در ترکیه و ویدیو کلیپش در ترکیه جور شده. دیگه زمان سر زیاد کشیدیم، یک چیزه که نو، یک چیزه کاملا نمیتو رومانتیک. واقعا که خیلی متفاوت بود. بله بله. خب اجمل جان شعر کمبوز شو میشه بگوین از کی است و بر ما معلومات بتوید؟ شعر از یان کست از یک شاعر تاجیکی است. خب بسیار کمبوزش از ساختای خودم است و موسیقیش قسمه که گفتم در افغانستان جور کردیم و در ترکیه. خب دیگه مدلش هم خودم بدین داخل آهنگ مترم میزنیم و الان ما ممورم نو متوجه شدیم. و دیگه ای که دمی آخر آهنگتان یک شعر دکلومه شده و ای رو خواستم بفهم که چی نوآوری خودتان کردین یا انگیزه از خودتان بودی از کدام دوست دیگه؟ والا راستی شد بگیم ما همیشه وقت به آنگای خود نوآوری خودم میکنم و آجای خودم میباشه. دا آهنگ وقتی که آهنگ خلاص میشه همی دایرکتر امی آهنگ دوباره پس سر کرده بود انداخته بود باز کمک موزیک شپخش کرده بود. باز من گفتم امی گرفتم در بیساری آنگا شده تکراری است. باز ما گفتم بیا که دایی یک کار کنیم که شعر بخواستیم. با شعر هم یک یکی که زوستاز در افغانستان بنام صدیق شمس است. اونا دکلمه کردن، بسیار ما خود دکلمه کردن و یک چیزه که نو بود خواستیم که یک چیزه نو بود. خیلی زیبا. پس میخواییم میره هم بفهمیم چون چند روز میشه که آهنگ ریلیز کردین ولی باز هم آوازخوانا همونطور نمیشینن و همیشه کوشش میکنن، تلاش میکنن تا کارهای بیشتر هم داشته باشن. اجمل جان بجز از آهنگ دیگه کدام آهنگ روی دست داری که میخوایی در مدت یک ماه یا دو ماه یا در مدت خیلی کم باز هم در بازار وارد شوه یا هم عرضه شوه که طرفدارت خیلی منتظرش هست؟ سلامت کرشمه جان، زنده باشی. از آهنگ ریمکس ما کرشمه جان تقریبا دو ماه میشه. دیگه به نظر ما یک هنرمند در یک سال دو آهنگ ریلیز کنه یا هم زیادش سه آهنگ زیاد است. به خاطر امکانات در طرف این طرف ها کس در لندن و در اروپا ما فکر کنم شاید در سال یک چهار آهنگ یا پنج آهنگ خودت ریلیز کنی در بازار چون علاقه مندای خود بیشتر و زیادتر است و هم آهنگ های زیبایی که دوست دارن. بله. آهنگ ریمکس ما جور کرده بودم تقریبا دو ماه میشه و در دو ماه بیشترین ویور صدا یوتیوب گرفته، بیشترین ویور گرفته، تقریبا 1,400,000 شده و آهنگ مموریز که دو روز میشه، دو روز از 60,000 به بالاتر شده.
دیگه می علاقه مندی را که میبینم و اینمی دوستان تشویق میکنن مرا وادار و این زنگ دوام کار کنم. یگانگ دگان دارم بخیر که یک سرپرایز برتان باشه، مطمئن است با آهنگ زیاد خوشتان باید. یا مو گفت شد که نی 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 گفته باز هم آهنگ ها زیاد است و انشالله یک چند وقت بعد باز هم ریلیز خواهد شد. بله، یک آهنگ برای عروس داماد جور کردیم، یک آهنگ عاشقانه باز دارم دیگه، چون بازار مست هنوز یک ذره گرم است، آهنگ های مست مردم زیاد میپسندن، باز من خوش میکنم اگه آهنگ آرام جور کنم، اگه آهنگ عاشقانه که اما خدا عاشقا زیاد است. در گوش کس نزده باشی که سیار جان رو نگو یاله والا نه دانو سیار جان نه نام خدا شمشو جان هم عاشق هسته این پروسرتان شمشو جان در این شک نیست عاشقا سیار شدن گفته خودتان اجمل جان هم فکر کنم عاشق هسته خداوند برخشون دیشان اجمل جان حتما عاشق هستم تا آهنگ عاشقانه میخوانن چون اگه آوازخان تا عاشق نباشه نمیتونه آهنگ خیلی هم که باعث ها سو زیبا بخوانن خب اجمل جان کرشما جان من که هستم عاشق علاقه مندایم هستم عاشق فامیلم هستم عاشق دوستایم هستم عاشق هنرم هستم خیلی زیبا بفرمایید. بفرمایید کرشما جان. من خیر از مرد دیگه. سلام. خواهد مرد جان دیگه ای از برما بگین که سفرهایی که میکنین زیادتر کدام کشورها میباشه؟ محفل های دوست های ماست یا کنسرت ها؟ سیار جان من همیشه وقت برنامه کنسرت خود داشتم وقتی که دفعه اول لندن آمدم یک تور اروپا داشتم که سویدن کنسرت داشتم یک کنسرت در میالند داشتم برای ستماوش یک کنسرت شهر سویدن در گوتنبرگ بود یک کنسرت لیدیز نایت در ویانا در اتریش داشتم دو کنسرت در خود لندن داشتم در فرانکفورت جرمنی کنسرت داشتم دیگه همیشه وقت مال فعلا در برنامه آرسی اشتراک میکنم مالا برنامه آرسی میرم آمبورگ میرم اتریش میرم سویدن میرم کل اروپا را در برنامه آرسی اشتراک فکر کنم دیگه دمی ما زیاد مصروف بودم و دمی این عزیز مصروفات زیاد در دیگه جای نشد ما شما گرم بزنیم مجبور حالا داخل میدان آورد بله بله خب اجمل جان یک سال مستم من جواب میدی آخر اطمان کرشما جان سوال خود خب اگر فرض کنین آرسی سیار جان با شما خود دعوت کنه میایین یا میگه نه مصروف است ما محفل بک کردیم نمیتونم کرشما جان ما تقریبا 11 سال است که موسیقی میکنم میخوانم در محفل های آرسی اشتراک میکنم یک 5 سال یا 4 سال میشه که در سوشال میدیا و در تلویزیون بر یعنی بر مردم میخوانم در تلویزیون یا پیش از او ما ویدیو کلیپ کنم داشتم پیش از اون آواسخوانی میکردم مزار شریف با یک محفل که اوکی کنم حتی که محفل نزدیکترین رفیق دیگه من باشه با او محفل از رو رد میکنم چون وقتی که یک محفل یک نفرم اوکی میکنم اون فکر میکنم که اگه محفل ایلا کنم فکر کنم بگید اگر که محفل سیار جان اگر رفتیم اگر محفل از ریلا کنم چه قدمان آراد میشه اگر برای ما وقتر بگه اگر وقتر بگه هزار دفعه شد نه اجمل جان خودت آوازخان خیلی موفق کشور ما هستی تاج سر ما هستی ما خیلی دوست داریم و از اوائل تا حال با ما همکاری خیلی زیادی داشتی خودت خب میخواییم یک زمزمه داشته باشم از خودت زمزمه از هزار دفعه چرا نه چی زمزمه اگرچه میخوام خسته هستی ولی باز هم همیشه آوازخانای زیبای ما هنگامی که زمزمه میکنن واقعا خیلی خوشایند است صداشون پس هر آهنگ را خود دوست داری یک آهنگ شما فرمایش بدین که ما براتون زمزمه کنم آهنگ دلش را کرشما زمزمه کنم حالا دیالوگ نمیمونه چی بخوام براتون خب واش من جانم آهنگ تن نوتونه میخوایم بر ما یک زمزمه کنیم آهنگ نو جدیدا جانا اوکی خیلی زن طلب براتون میخوام اوکی سر یک نوت پلاک گریانم دارم شما صدای اجازه باشه خیر خواهش میکنم من از تو دولت و دنیا نخواهم من از تو مقرب و طلا نخواهم فقط یک لحظه درمان دلشم که به تو زندگی رسوا نخواهم مرا غمگی مکن در زندگانی که روزی می روم به من بمانی تو به من جان شیرین خوار گردی به هر یک تارمون یمزار گردی خیلی زیبا واقعا زنزای بسیار زیبا شکر ما اجا خواندن که داریستم یک چند نفر طرف سایل داره که خب اجمل جان سو زمین میکنیم از خود تزدی که دعوت ما رو پذیرفتی و سکایپ کال ما رو جواب دادین و شما همچنان سفر دارین سفر خوب و خوش برتان میخوایم اجمل جان همیشه همتون موفق باشین تشکر کرشما جان زنده باشین ما یک تشکری خاص از خود تسیار جان از سلامت شمشاد جان از تمام همکارای شما که ما گشی دور هستم
اما میشه وقت شما یاد ما را کردین و ما مسافر هستم حق دارم گرچه سر کل رسانا اما خورشید همیشه وقت ما از ما یاد کردن در این در گفته اگان تا در برا در سال نو دیگه ما هم تا توانایی که داشتیم در خدمت شما بودیم حتی در ایرپورت خیلن در داخل میدان هوایی بازم در خدمت شما بودیم سلامت زنده باشین همیشه خوش باشین سفر خوش داشته باشین خدا نگهدار خب عزیزان صحبت های خیلی زیبا با اجمل جان ذهین داشتیم و واقعا که هر لحظه‌ای که با اوزخانه ما باشیم و شما در کنار خود داشته باشیم خیلی زیبا و خوشایند میگذرم بله کرشمه جان حالا هم یک وقفه خیلی کوتاه داریم زود برمیگردیم با ما همراه باشید.